راجب رمز خاک و باد و آب و آتش صحبت شده دیگه دوره ها، و اینی که گفت که منو از آتش آفریدی، انا خیر و منهو، من از او بهترم، منو از آتش آفریدی، اونو از خاک آفریدی. توضیح دادیم که این رمز خاک و آتش که خاک میتونه آتش رو خاموش بکنه و ولی آتش میتونه چیکار کنه؟ خاک رو سختش کنه، میکنه سنگ. یعنی آتش فشان ها اینو دارن به معرض نمایش میذارن، خاک رو میبلن میکنن سنگ، میدنش بیرون. یعنی آتش فشان ها کارخانه های سنگ سازی هست و همینطوری کارشون اینه که در واقع تولید سنگ بکنن و به یه جایی میرسیم که روی زمین فقط سنگ داریم. الغارم ملغارم تیک ساعت، یه چیزایی که زمان رو برای ما هی داره چیکار میکنه، شرایط موندگاری ما رو چیکار میکنه، منقطع میکنه. حالا خودش البته یه بحث جدا. حالا ببینید، وقتی که خداوند به ملائک گفت که میخوام جانشین قرار بدم، گفتن چی؟ گفتن این کارو نکن، حالا خونها میریزه، فسادا میکنه. ما که هستیم، نحن نصب رو به هم دیگه، ما که هستیم و داریم تو رو تقدیس میداریم، اینو میخواد چیکار کنه؟ خب اینی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزی میتونم که شما نمیتونید. خب حالا در یک سیر کوتاهی از این تجربه آدم، از اون حلقه عظیم، یه بخش کوچیکش اینجاست، درسته؟ ظاهراً پیشبینی ملائک درست در اومده یا غلط در اومده؟ ظاهراً دلیل یه نگاه میکنیم کی برده؟ شبکه مثبت برده یا شبکه منفی برده؟ شبکه منفی ظاهراً برده. خب ببینید، این جور در میاد که طرح الهی شکست بخوره اون در نمیاد. اینا رو تیکه 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 داشته باشی تا آخر دبه به هم پیوند بدیم، ببینیم که قراره چی بشه. خب این رمز خاک و آتش همینطور که اومدیم جلو در یه جایی داره باز میشه.